السلام علیکم خوانندگانی عزیز، شاگردانی مهربان. درسی امروزه ما درسی زبانی تاجیکی. خوانندگانی عزیز، درسی نوبتی خود را سر می کنیم. کتاب و دفترهای خود را گرفته، کیفیت های خود را بالا برداشته، با درسی امروزه امان آماده شوید. همیشه با کیفیتی خوب و اعلا باشید. یک دیگر را حرمت کنید. سپارش ها را اجرا کردید؟ بارک الله. بسیار خوب. در وقت های خالیگیتان زیادتر کتاب خوانید. خوشتر زی کتاب در جهان یاری نیست. در غمکده زمانه غمخواری نیست. هر لحظه از او بگوشه تنهایی صد راحت است و هرگز آزاری نیست. بخاطر آوردن موادهای درسی گذشته، بچه های عزیز، امید دارم که سپارش های وظیفه خانگی را اجرا کرده اید. پس بیایید بچه ها درسی امروزه امان را آغاز نماییم. شعار ما زبان دانی جهان دانی. زبانی مادری ام افتخارم، سعادت بخشی خلقی نام دارم. در عالم از همه شیرین تر با سینا و خیامت سجده تو ارحم. موضوع امروزه ما حصه چها. مقصد درس درباره حصه چها و خیلهای آن معلومات میگیرند. نطق خطی و دهانیشان رواج می‌یابد. نسبت زبان تاجیکی، کتاب و کتابخانی مهرشان می‌افزاید. نتیجه چشم داشت. درباره حسچه‌ها و خیل‌های آن معلومات داده می‌توانند. نطقشان رواج یافته، فکرشان را عمیق بیان کرده می توانند. زبان تاجیکی را دوست داشته با کتابخانی مهرشان می افزاید. شعار ما انیسی کنجی تنهایی کتاب است، فروغی صبحی دانایی کتاب است. کتاب خزینه علم و معرفت، پند و حکمت، دوستی خالص و بی طمع، غمبرار و غمگسار، همنشین و همصحبت انسان است. کتاب گنجی بی بها، خزینه شعر و سخنهای عاقلانه، مقام علم و دانش و رفیق و برادر ماست. وقت‌های خالیتان را با کتابخانی گذرانید. بچه‌های عزیز، کتاب ثروتی بی‌بها می‌باشد. مقصد از کتاب آموختن است. آدمی که کتاب را بسیار با چشم آموزش می‌خواند، در گفتگو، در نوشت غلط نمی‌کند. نطقش برا می شود، فکرش را در هر حالت روشن بیان کرده می تواند. زیرا بزرگان گفتند کتاب کلیدی دانش است. بیان موضوع نو. حصه‌چه ها حصه نامستقل نطق بوده، با کلمه، جمله و با تمام مضمون جمله
تابش های گوناگونی معنایی می بخشند. هستچه ها از پیشایند و پیوندک ها که وظیفه گراماتیکی را انجام می دهند فرق می کنند. هستچه ها امکانیت اخبار را بلند برداشته، نطق را عنیق و افاده‌ناک و مؤثر می گرداند. این خصوصیت آنها در معنای لغویشان نهفته است. با یاری حسچه ها حادثه عنیق و روشن گشته، تابش های شبهه و تعجب و جدای و انکار افاده می‌یابند. آنها تغییر نیافته اعضای جمله هم نمی‌شوند. بچه های عزیز، همه شمایان با دقت گوش کنید. بار دیگر تکرار می‌کنم. هستچه ها حصه نامستقل نطق بوده، با کلمه، جمله و با تمام مضمون جمله تابش های گوناگون معنایی می بخشند. حسچه ها از پیشایند و پیوندک ها که وظیفه گراماتیکی را انجام می دهند فرق می کنند. حسچه ها امکانیت اخبار را بلند برداشته، نطق را عنیق و افاده‌ناک و مؤثر می گرداند. این خصوصیت آنها در معنای لغویشان نهفته است. با یاری حسچه ها حادثه عنیق و روشن گشته، تابش های شبهه و تعجب و جدای و انکار افاده می‌یابند. آنها تغییر نیافته اعضای جمله هم نمی‌شوند. حسچه ها از جهت ساخت و ترکیب بساده و ترکیبی جدا می‌شوند. حسچه های اصلی، بله، نخواد، آیا، مگر، حتی، فقط، تنها، کو، ا، هم، چی چی، نه نه و امثال آنها ساده می باشند. حسچه هایی که از دو و زیاده کلمه ها ترکیب یافتند ترکیبی می باشند. حتی که، نخواد که، از افتش، انا همین، مایلش کویه. حسچه ها از جهت و ساخت و ترکیب بساده و ترکیبی جدا می شوند. حسچه های اصلی، حسچه های ترکیبی. خیل های حسچه، حسچه ها از روی معنا و وظیفه با خیل های زیرین جدا می شوند. سوالی، تأکیدی، تصدیقی، انکاری، قوت دهنده، محدودی. به حسچه های سوالی، مگر، آیا، نخواد، کی، چی. به حسچه های تأکیدی، حتی، هم، خواه خواه، گاه گاه، نه نه. تصدیقی، ها ها، بله، آره، خوب، خوش، خیر. به حسچه های انکاری، نه نه. به حسچه های قوت دهنده، من، کو، دیه، ای. به حسچه های محدودی، فقط، تنها.
خوانندگانی عزیز، حسچه ها از روی معنا و وظیفه به خیل های زیرین جدا می شوند: سوالی، تأکیدی، تصدیقی، انکاری، قوت دهنده، محدودی. علاوه خوانندگانی عزیز، آید به حسچه ها معلومات علاوگی دقت کنید. چند از حسچه ها به ترکیب جمله داخل نمی شوند؟ آره، بله، این حسچه ها همیشه یا پیش از فکری گفته شده، یعنی پیش از سرشوی جمله، و یا پس از گفتار می آیند. مثال: آره، این بی مبالغه گپی راست است. شادی فکر کرده استاده. یک بار با نیم صدا بله می شود گفته ماند. با گروه یکمی حسچه های مگر، آخر، کنی، چی و مانند اینها داخل می شوند. حسچه های به ترکیب جمله داخل می شدگی از جهت جای خود به دو گروه جدا می شوند. حسچه هایی که در جمله جای دائمی ندارند و حسچه هایی که در جمله جای نسبتاً دائمی دارند. با گروه یکم حسچه های مگر، آخر، کنی، چی و مانند اینها داخل می شوند که از جهت جای خود در جمله آزاد می باشد. آنها پیش و یا پس از کلمه علاقمند در اول، مابین و آخر جمله آمده می توانند. مثال: مگر خصلت آدمی نیک همین خیل می شود. با گروه دیوم حسچه های انا، منا، هو، حتی، هم، کو، می، دیا و غیره ها داخل می شوند. این حسچه ها در نوبت خود باز به دو گروه جدا می شوند. حسچه هایی که همیشه پیش از کلمه علاقمند می آیند: انا، منا، هو، حتی، فقط، تنها، باز، نهاد، نه اینکی، بیا، من، آیا، بگذار، کاشکی، مبادا و مانند اینها. این تقسیمات تنها از روی وظیفه است، چون که در متن بعضن یک حسچه وابسته به مقصد گوینده وظیفه های دیگر حسچه ها را ادا می نماید. غیر از این قطار حسچه های دیگر نیز هستند که آرزو، کاشکی، تخمین و ضرورت، مبادا، احتمال، مانند کنی، گویا، تکلیف و دلالت، کنی، چی و غیره را افاده می کنند. مثال: کاش که امروز باران نبارد. مبادا صادق نآید. بهانه درائی چی؟ در این جمله های زیرین حسچه ها استفاده برده شده است. حسچه های کو، دیا، ا، چی با دیفیس نوشته می شود. این حسچه ها اساساً در اسلوب گفتگویی استفاده می شود. حسچه های مذکور در ادبیات پیشین به نظر نمی رسند. واقعاً بدونی آنها هم فکر را بیان کردن ممکن است و در دایره
معیار زبان می باشند. بچه های عزیز، هیسچه های کو، دیا، اچی با دفیس نوشته می شوند. این هیسچه ها اساساً در اسلوب گفتگویی استفاده می شوند. تحلیل مرفولوژی هیسچه ها، نقشه تحلیل، کدام حصه نطق است؟ علامت های مرفولوژی، تابش های علاوگی، تغییر نمی یابد. وظیفه سینتاکسیسی، نمونه تحلیل، در خانه تنها خویشاوندان مانده اند. تنها حصه چه است؟ علامت های مرفولوژیش تابشی محدودی دارد، تغییر نمییابد، اعضای جمله شده نمیتواند و به سوال جواب نمیشود. بچه های عزیز، بیایید با همدیگر مشق 220 را اجرا میکنیم. با دقت گوش کنید. بجای نقطه ها هیسچه های موافق را گذاشته جمله ها را نویسید. در اینجا هیسچه های موافق کو، منه، حتی، دیه، فقط، تنها. بچه های عزیز، همه ما دفترها را گرفته با برابری من مشق را اجرا میکنیم. بجای نقطه ها باشد هیسچه های موافق را میگذاریم، جمله ها را می نویسیم. او در خانه مانده بود، من نمی روم گفتم، امروز به سیاحت می رفتیم، قاسم در این بین نمی نمود. در وقتی حرف چینی او یک حرف را هم پرتافته نمی رود. بچه های عزیز، امید دارم که شما نیز انا همین طور اجرا کرده اید. آفرین. جمله یکم را می خوانم. همه شمایان با دقت گوش کنید. تنها او در خانه مانده بود، من نمی روم گفتم کو، امروز به سیاحت می رفتیم دیه، فقط قاسم در این بین نمی نمود. در وقتی حرف چینی او حتی یک حرف را هم پرتافته نمی رود. من آن منظره های زیبا. بچه های عزیز، بیایید درس امروز امان را مستحکم میکنیم. با این تست ها همه شمایان با دقت گوش کنید. سوال یکم، حسچه ها را تعریف کنید. حسه آن حسه مستقل نطق که علامت پردمیت را افاده میکند حسچه نام دارد. آن حسه یاری دهنده نطق که علاقمند کردن کلمه و عباره ها خدمت میکند حسچه نام دارد. آن حسه نطق که بجای پیشایند و پسایند ها می آید حسه چه نام دارد. آن حسه نامستقل نطق که با مضمون جمله یگان تابش نوی می بخشد حسه چه نامیده می شود. سوال دویم، حسه چه ها از جهت معنا و وظیفه با کدام خیل ها جدا می شوند؟ شرطی، منفی، تعینی، مادی، سوالی، تأکیدی، تصدیقی، انکاری،
قوت دهنده، اصلی و نامی. سوال سیوم، قطار حسچه های محدودی را معین کنید. می، آیا، نه، نه، کو، دیه، تنها، فقط. بچه های عزیز، اگر شما نیست انا همین خیل اشارت کرده باشید، جواب های شما درست. آفرین. حسچه ها را تعریف کنید. آن حسه مستقل نطق که با مضمون جمله یگان تابش نوی می بخشد، حسچه نامیده می شود. باری دیگر تکرار می کنم. آن حسه مستقل نطق که با مضمون جمله یگان تابش نوی می بخشد، حسچه نامیده می شود. حسچه ها از جهت معنای و وظیفه با کدام خیل ها جدا می شوند؟ حسچه ها از جهت معنای وظیفه سوالی، تأکیدی، تصدیقی، انکاری، قوت دهنده می شوند. قطار حسچه های محدودی را معین کنید. حسچه های محدودی، تنها، فقط. بچه های عزیز، سپارش وظیفه خانگی، مشق 206، پارچه را نویسید و زیر حسچه ها خط کشیده تابش های معنایی آنها را معین کنید. همه شمایان وظیفه خانگی را در وقتش اجرا کنید. خوانندگان عزیز، سپارش های داده شده را در وقتش اجرا کنید. کتاب و دفترهایتان را تازه آزاده نگاه دارید. خودتان را احتیاط کنید. وقت خود را با کارهای بیهوده صرف نکنید. هرچی می توانید زیادتر کتاب خوانید. هیچ گنج از فرهنگ به نیست. تا توانی رو تو به این گنج نه، هیچ گنج نیست از فرهنگ به. با همین درس امروز ما به آخر رسید. تا درس های آینده سلامت باشید.